پیشبینی‌های دیروز ما تیتر داغ‌ترین اخبار نشریات جدی فردا و دنیاست. نبض بازارهای مالی، برنامه از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان و تماشایان عزیز سلام، وقت شما خوش. امروز پنجشنبه دوم ماه می است و یکی دیگه از برنامه‌های نبض بازارهای مالی را تقدیم حضورتون میکنیم و چند نکته را برای این برنامه در نظر گرفتم که راجع به اونا صحبت میکنم. نکته اول این که یه سوال چندین نفر زنگ زدن و از ما پرسیدن آیا ما پورتفولیو منیجمنت هم میکنیم یا نه. در واقع کار اصلی ما پورتفولیو منیجمنت هست. کار اصلی ما سیکیوریتی انالیسیس، تحقیق و پورتفولیو منیجمنت هست که کسانی که اهل سرمایه گذاری باشند، نه اهل اینکه فکر کنن بازار سهام لاس وگاس دنبال هیجان میگردند و 6 ماه هم دنیا اومدن و میخوان یه کاری الان بکنن و پس فردا یا ماکسیمون 2 هفته بعد نتیجه شو بگیرن، نه. ولی اگر کسانی در فکر سرمایه گذاری و ساختن آینده هستن، بله، ما هم پورتفولیو منیجر میکنیم و هم منیجمنت میکنیم و هم این که میتونیم پورتفولیوهای مناسبی رو تحقیق کنیم، بررسی کنیم و یه مجموعه آماده کنیم برای منظوری که کسانی بخوان در اختیار اونها قرار بدیم. و اگر شما جزء این دسته هستید طبعا با تلفن دفتر ما 310-407-5300-310-407-5300 میتونید با ما تماس بگیرید. و اما دو تا اظهار نظر نگران کننده این هفته شده از طرف مقامات دولتی تو آمریکا. یکی این که وزیر خزانه داری آمریکا خانم یلن اومدن گفتن من میخوام با فدرال ریزرو و بانک ها صحبت کنیم و بعد بیایم این حساب ها یا اندوخته های بازنشستگی که مردم دارن مثل 401k و 403b و از این حرفا، اینها را ما 10% را برداریم بذاریم باش به اصطلاح باندهای وزارت خزانه داری بخریم، چون مثل اینکه به این نتیجه رسیدن که ممکنه باندهاشون دیگه کمتر بخرن کشور خارجی، به مینا را بخریم و تا 2 سال هم نگه داریم و تو اون 2 سال هم کسی حق دست دادن به پولش نداشته باشه، که اگر اینطوری باشه میتونید با توجه به کاهش قیمت دلار آمریکا در واقع به ضرر مردم تموم میشه، به ضرر کسی که پولش رو برمی‌داره میذارن اونجا. و اینکه این میتونه اول کار باشه، حالا میگن 10%، بعدم بکنه 15%، 20%، بعد یه زمانی هم بیا بگن نه همه پولاتون باید اونجا باشه. این یک. دومی که از اینم از یه زاویه دیگری از اینم یه خورده ناجورتر هست این که صحبت کردن مقامات دولتی آمریکا که بیان اگر کسی رفته یه سرمایه‌گذاری کرده با اینکه هنوز سود رو بر نداشته، یعنی فرض کنیم که نفر رفته یه استاکی بوده 10 دلار خریده، حالا شده 18 دلار، 100 تاشو خریده بوده 1000 دلار داره شده 1800 دلار مثلا، فرض کنیم 800 دلار سوده، متو این سود رو هنوز نفروخته که برداره، به اینا میگن unrealized gain، یعنی سودی که هنوز متحقق نشده، میخوان از این سود هم مالیات بگیرن. حالا من نمیدونم، فرض کنیم که من و شما رفته باشیم یه استاک خریده باشیم یه همچین سودی هم کردیم ولی هم نفروختیم، بعد اینا بیان مالیات ازمون بگیرن، بعد 2 هفته بعد 3 هفته بعد یه ماه بعد یه دفعه اون استاک سقوط کنه و ما ضرر هم روش بکنیم، اون وقت چه خواهد شد؟ این یه دوتا مشکل عجیب و غریبی است که صحبت شده تو این هفته که حالا ببینیم بعدا چه خواهد شد. و اما یکی از کمپانی هایی که میدونید باش اسمش هم حتما همه شنیدید، شاید خیلیاتون هم ازش استفاده کرده باشید، کمپانی زوم هست با سیمبل ZM. این کمپانی توی 19 فکر کنم اکتبر بود سال 2020 قیمت هر سهمش رسید به 571.39 دلار. امروز دوم می هست در سال 2024 هست در هر سهمش در 62.80 دلار بسته شد، یعنی نسبت به قیمتی که در سال 2020 داشته بیشتر از 89% قیمتش اومده پایین.
من وضعیت این کمپانی رو که نگاه کردن دیدن این کمپانی مارکت کپیتالش 19 میلیارد دلار مارکت کپ. مارکت کپ هم اینطوری به دست میارن که سهامی رو که یک کمپانی، تعداد سهامی رو که یک کمپانی داره در قیمتی که یک قیمت سهامش از ضرب میکنن، هر عددی به دست اومد اونو میگه مارکت کپیتال. مال کمپانی زوم 19 میلیارد دلاره. ولیکن این کمپانی 7 میلیارد دلار فری کش فلو داره. فری کش فلو چیه؟ فری کش فلو این است که به هر حال کمپانی ها اجناس یا خدماتی که دارن میفروشن، پولی گیرشون میاد. این پولا خب یه مقدار زیادیش باید حقوق کارمندا رو بدن، نمیدونم کرایه ساختمونی که استفاده میکنن بدن، مخارج متنوعی دارن دیگه، کارخونه شونو میخوان ای کارخونه دارن مثلا چیزایی براش بخرن و و و مخارج که دادن، همه مخارج اگر وام گرفتن بهره شو دادن هرچی تموم که شد، اگر پولی بمونه تهش بعد از همه که این کارا رو کردن، به اون پول میگن فری کش فلو. و فری کش فلو نشان دهنده سلامتی یک کمپانی است. یعنی هر چقدر که کش فلو یک کمپانی زیادتر باشه، اون کمپانی سالم تر است. بنابراین موقعی که یک کمپانی که 19 میلیارد دلار مارکت کپیتالش هست، 7 میلیارد دلار فری کش فلو داشته باشه، یعنی حدود 37% مارکت کپیتالش فری کش فلو داره، این کمپانی میتونه آینده خوب، این حدس من است، البته ممکن اشتباه کنم، ولی حدس من بر این است که این کمپانی میتونه سهامش با قیمتی که الان تو بازار داره در آینده حداقل 100% رشد کنه. حالا منظورم این نیست که از همین فردا یا 2 هفته دیگه، شاید تا یه ماه دیگه شروع کنه بره پایین تر، نمیدونم، ولی با توجه به وضعیتی که براش میبینم حدس میزنم که در آینده بتونه قیمتش 100% رشد کنه. حالا خودتون یه نگاهی بهش بندازید، اگر به نظر شما اومد که نه بازم میره پایین و داغون میشه و از بین میره، که هیچ، اگه فکر کردید نه بالا پایینی میکنه ولی چنگی به دل نمیزنه، اونم هیچ، ولی اگر احیانا شما هم به همین نتیجه رسیدید که میارزه برای آینده آدم بهش فکر کنه، اون وقت دیگه با مسئولیت خودتون هر تصمیمی که خواستید راجع بهش بگیرید. یک اشاره بکنم به کمپانی معروف انویدیا که میدونید سهامش در همین چند وقت گذشته بیشتر از 1000% افزایش پیدا کرده. منتها هفته گذشته تو برنامه 60 مینیتس سر اون صحبت شد، تاریخا اینطوری بوده، حالا این دفعه اینجوری میشه یا نه نمیدونیم. اگر راجع به یک کمپانی مثلا پشت جلد مجله رفته، حالا راجع به استاکش یا میوچوال فاندی هر چیزی، پشت جلد مجله ای رفته یا تلویزیونی جایی راجبش برنامه خوبی گذاشته، بعد از یه مدتی شروع کرده سهامش پایین رفتن، آیا سر سهام کمپانی انویدیا هم چیزی میاد یا نه نمیدونم، ولی اگر سهامش رو دارید حواستون بهش باش. در مورد کمپانی تسلا که دوستان با سوال میکنن، واقعیتش این است که این آقای ایلون ماسک هر وقت که توی هچل میفته همیشه شامورتی بازی رو میکنه تا هچل میفته، یعنی منظورم سهامش شروع میکنه پایین رفتن که از اون وضعیت فرار کنه. چند سال پیش همچین موردی پیش اومد، اومد به دروغ ادعا کرد که سرمایه‌گذارانی در عربستان سعودی پیدا شدن که حاضر شدن بیان پول بزنن و به این کمپانی رو خصوصی پرایوت کنن، یعنی همه سهامش رو بخرن، کل کمپانی رو بخرن، که اونجا جلوی کاهشی سهامش گرفت رفت بالا، بعد معلوم شد دروغ گفته و جریمه‌ش هم کردن. گزارش آخرین کوارتری که مال تسلا اومده بیرون همه چیش مفتضح بود، فروشش بد، ضرر زیاد، نمیدونم کشفلو، هیچی، اصلا یه وضعیت افتضاح کامل. ولی تو این یه دفعه اومد یه صحبتی کرد که ما میخوایم ماشین های ارزون قیمت بسازیم و قرار برم به چین فلان کنم از این حرفا، که از روزی تالی که این حرفا رو زده قیمت سهام شروع کرده بالا رفتن. به همین دلیل البته میگم اگر کاری کردید با مسئولیت خودتون کردید، هر کاری هم بکنید با مسئولیت خودتون میکنید، اگر من بودم و اینو شورت کرده بودم و الان سود روش کرده بودم، فعلا سود رو بر می داشتم، می نشستم کنار تا اثرات این شامورتی بازی تموم بشه. امروز قیمت هر سهمش تا 180 دلار و 10 سنت بسته شد. اگر سهامش از 150 دلار رفت پایین تر، یعنی یک هفته ای بیاد برسیم به جمعه
بازار بسته بشه و قیمت سهام تسلا از 150 دلار کمتر بشه، مثلا بشه 148 دلار، 149 دلار، هر چیزی، اون وقت دیگه به احتمال زیاد میتونه تا 100 دلار هم قیمت سهامش پایین بره. حالا خودتون بهش فکر کنید ببینید که چه نتیجه میگیره. و ما یه اشاره میخواستم راجع به وضعیت چیز بکنم، بیت کوین بکنم. بیت کوین همونطور که میدونید تو اکتبر پارسال که بودیم 25 هزار دلار بود، جمعه گذشته 27 آوریل در 63 هزار دلار بسته شد، یعنی 150% قیمتش در 6 ماه رفته بالا. امروز البته در 59334 دلار بسته شد بیت کوین. منتها چه چند سال گذشته که نگاه میکنیم، 3 سال گذشته، میبینیم به اواخر آوریل یا می که میرسیم و تو فصل تابستان قیمت بیت کوین شروع میکنه پایین رفتن. برای مثال تو آوریل سال 2021 بیت کوین بود 60 هزار دلار، توی تابستون که شد 4 ماه بعد یعنی قیمتش شد 30 هزار دلار، یعنی نصف شد. در آوریل سال 2022 قیمت بیت کوین بود 47 هزار دلار، تو اکتبر اون سال که رسیدیم یعنی 6 ماه بعد شد 17 هزار دلار، یعنی 30 هزار دلار قیمتش اومد پایین تر. تو آوریل پارسال سال 2023 قیمتش بود 30 هزار دلار، به سپتامبر که رسیدیم شد 25 هزار دلار. حالا چون 3 سال گذشته اینطوری شده، الزاماً به این معنا نیست که حتما امسال هم اینطوری میشه، ولی احتمالش چون چندین ساله داره این داستان تکرار میشه بعید نیست که امسال هم قیمتش شروع کنه پایین رفتن و برسه به 51 هزار دلار یا همچین چیزی، که اون وقت این وسط ای کسی بخواد بهره برداری کنه، یک شاخصی هست که بیت کوین رو شورت میکنه، سیمبولش هست BTI آخرش، معذرت میخوام، BIT برای بیت کوین، BIT یا آی هم آخرشه، BITI، که امروز این شاخص BITI که بیت کوین رو شورت میکنه در 8.65 دلار بسته شد. اگر حوادث 3 سال دیگه تکرار بشه، این شاخص BITI میرسه به 13 دلار. یعنی میشه اگر کسی اینو بخره تو چند ماه آینده 50% روش سود کنه. میگم به شرطی که این اتفاق خواهد افتاد که حوادث 3 سال گذشته تکرار بشه. اگر اونطوری بشه میشه با خرید BITI 50% تو چند ماه آینده سود کرد. در مورد نفت دوستان سوال میکنن، معمولا قیمت نفت قبل از تعطیلات طولانی مدت آخر هفته که به لانگ ویکن به قول معروف که پیش میاد شروع میکنه بالا رفتن. مثلا نزدیکی های مموریال دی تو ماه می که میشه، همین ماهی که توش هستیم، از اونجا قیمت تا اونجا قیمت میره بالا ولی بعد شروع میکنه پایین رفتن. بنابراین بعید نیست که برای اواخر این ماه قیمت نفت شروع کنه بالا رفتن. بعد آخرین نکته که میخواستم بگم این که بیزنس اسکول دانشگاه کلمبیا هر سال میاد یک مسابقه میذاره و مسابقه هم بین دانشجویان بیزنس است، از طرف هشمن منجرها برگزار میشه این مسابقه، که اینها برن راجع به کمپانی های مختلفی تحقیق کنن ببینن که کدام کمپانی هست که از اینجا به بعد میتونه قیمت سهامش افزایش خوب پیدا کنه. بعد باید بیان تحقیقاتی کردن و نتایجی که گرفتن رو با دلیل و اینها به هیئت داوران نشون بدن. هر گروهی که برنده بشه به نفرات اول و دوم یا گروه اول و دوم ممکنه با هم گروهی کار کنن، به اولی ها 100 هزار دلار به دوم یا 50 هزار دلار جایزه میدن. گروه اولی که امسال برنده شده، کمپانی که انتخاب کرده، کمپانی والولاین بوده، همین که نفت چیز عوض میکنه، روغن عوض میکنه و اینها، باش آشنا هستید. سیمبولش هم هست V ست V، و امروز قیمتش در 42 دلار و 55 سنت بسته شد. ولی فقط این یادآوری بکنم این نتیجه است که این دانشجویانی که توی مسابقه شرکت کردن گرفتن و هیئت داوران هم نظرشون رو درست دونستن، استدلالایی که کردن و پذیرفتن و 100 هزار دلار بهشون جایزه دادن. آیا واقعا موفق میشن یا نمیشن، و باید صبر کنیم ببینیم که در
روزهای آینده، چه اتفاقی ماه ها هفته های آینده چه اتفاقی خواهد بود. صحبت های برنامه تموم شد. مثل همیشه از دوستان عزیز خواهش میکنیم، چنانچه این برنامه مورد علاقتون هست، اولا لطف کنید و برنامه رو مشترک سابسکرایب بشید، بعدم از طرق شبکه ایمیلی که دارید یا سوشال میدیایی که استفاده میکنید با دیگران همرسانی کنید این مطالب به این برنامه ها رو. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. پیشبینی های دیروز ما تیتر داغ‌ترین اخبار نشریات جدی فردا و دنیاست. نبض بازارهای مالی، برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.